باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان همایش گروه 20 در استرالیا گفت ادامه سیاست فعلی مسکو در اوکراین موجب تداوم انزوای روسیه در جامعه بین المللی خواهد شد. اگر پوتین به مسیر فعلی خود ادامه دهد، یعنی نقض قوانین بین المللی، تامین سلاح‌های سنگین به جدای طلبان در اوکراین، نقض توافق مینسک که خودش همین چند هفته قبل با آن موافقت کرد، او اگر به این مسیر ادامه دهد، انزوایی که روسیه اکنون با آن روبروست ادامه خواهد داشت. آقای اوباما در سخنان خود همچنین گفت تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه بسیار مؤثر بوده است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین قبل از ترک زودهنگام همایش گروه 20 در روز یکشنبه گفت شرایط برای حل دیپلماتیک بحران اوکراین آماده است. به نظر من امروز شرایط مناسبی برای حل بحران اوکراین وجود دارد. ممکن است این گفته عجیب به نظر برسد، اما برخی از راهکارهای مشخص از سوی طرفین ایجاد شده است که می تواند برای حل مسائلی که با آنها مواجهیم با در نظر گرفتن منافع همه مردم اوکراین من جمله مردم جنوب شرقی استفاده شوند. در همین حال پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفته است بحران در شرق اوکراین باید از راه گفتگو با جدای طلبان حمایت شده از سوی روسیه حل و فصل بشود. با این حال آقای پروشنکو میگوید ارتش اوکراین آماده است و میتواند در صورت نقض کامل آتش بس بجنگد. آقای پروشنکو همچنین روز شنبه دستور تعطیلی چند سازمان دولتی در شرق اوکراین را صادر کرد. در خبر دیگری در ارتباط با تحولات اخیر در اوکراین آمده است، تلویزیون دولتی روسیه روز شنبه تصاویری را منتشر کرد که به ادعای روسیه سقوط هواپیمای MH17 در ماه ژوئیه گذشته توسط یک جت جنگنده اوکراینی صورت گرفت. منابع اوکراینی میگویند این تصاویر ساختگی هستند. این در حالی است که بازرسان بین المللی روز یکشنبه جمع‌آوری بقایای این هواپیما را آغاز کردند. تمامی 298 سرنشین این هواپیمای بوئینگ 777 کشته شدند.